سلام من احمد آشمی هستم خوش آمدید به چنل پادکست مورخ ما در چنل پادکست مبرخ از تاریخ میگیم از پیدایش انسان تا همین امروزی که من در خدمت شما هستم طبیعتا و در این قسمت از پیدایش انسان شروع میکنیم از اینکه ما از کجا اومدیم اساسا این اختلافهایی که وجود داره که انسان این بوده یا این نبوده یا این همو ما هستیم یا نیستیم ارکتوس چیه و و انسان خردمند و هزار و یک چیز دیگه رو امروز میخوایم هم ساده سازیش بکنیم پس با هم باشیم در چنل مورخ و به این سوال امروز پاسخ بدیم که واقعا فکر میکنیم انسان هستیم بریم بفهم بریم آقا فوریه 1953 ایمو یه سال خورده ایش بود در واقع کمتر از دو سال اما رفتارا و فکراش خیلی عجیب غریب بود مثلا وقتی دید پدر مادرش سیب زمینی رو قبل از خوردن تمیز میکنن و گلاش رو پاک میکنن بدون هیچ آموزشی پا شد رفت اول سیب زمینی ها رو بعدش هم کلا سبزیجات رو با آب شست و تمیز کرد و همین رو به پدر مادرش هم یاد داد بعدم به کل خانواده بعد چند وقت دید گندم و وقتی میشوری باز یه سری شن و گل و کسیفی و اینا لابلاش میمونه برداشت گندما رو گذاشت تو آب چون شناسنگین تر بودن ناخداگاه تهنشین می میزاش چند دقیقه تو آب میموندن بعد جمعشون می کرد می خوش می و با همون سن کم اینا رو اول به خانوادهش بعد کم کم به کل قبیله یاد داد کم کم ناخداگاه یه نظام آموزشی به وجود اومد تو قبیله یعنی همه ی خانواده ها به بچه هاشون یاد میدادن این چیزا رو تا امروز قبیله ایمو همه ی این آموزش ها رو نسل به نسل به هم منتقل میکنن حالا چیه این داستان جالب بود؟ میمون بودن ایمو بله ایمو یه میمون بود با کمتر از دو سال سن دانشمندای ژاپنی تو سال 1953 حیرت زده شدن از کارای میمونی به نام ایمو با کمتر از دو سال سن و اوج حیرت و هیجانشون کجا بود وقتی بود که دیدن به سرعت یه نظام آموزشی داره نسل به نسل تو قبیله ایجاد میشه این آزمایش به این نظریه کمک کرد که انسان تنها موجودی نیست که فرهنگ و سنت داره تو قبیله ایموها اون نور رفتارها فقط به خاطر اینکه به درد بخور بود ادامه دار نشد در واقع واسه جوانترها و نسلای بعدی تبدیل شد به یه حالت سنت و فرهنگ و عرف این قبیله تا امروز هم اون سنت ها تو اون قبیله ادامه داره و حتی اگه یه غذای تمیز و استریل بهشون داده بشه قطعا به خاطر فرهنگی که ایجاد شده تو قبیله و از بزرگترها آموزش داده شده اول میرن میشورن یا اول میخوابوننش تو آب و جمعش میکنن غذا رو میذارن خوش میشه تازه شروع میکنن به خوردن حالا سوال اینجاست چقدر از رفتارای ما ناشی از فرهنگ و سنت و عرفیه که از خانواده و بزرگترامون بسم دیگه برای رسیدن به جواب این سوال و دونستن اینکه ما واقعا انسان هستیم یا نه میخوایم خط به وجود اومدن کلمه ای به نام انسان رو بگیریم بریم برسیم تا منشهش اگه بریم سراغ مستندات موجود از دینه انسان امروزی و مقایسهش کنیم با دی هایی که تو کشفیات مورخین پیدا شده میرسیم به یه نیا یا نیاکان مشترک با انسان امروزی تو آفریقا کی بیش از 150 هزار سال پیش حالا اگر این عدد رو بکنیم 5 تا 7 میلیون سال پیش میرسیم به یه نیای مشترک خودمون با شامپانزه ها و حالا اگر این عدد رو دو برابر کنیم چی؟ یعنی 10 تا 14 میلیون سال پیش میرسیم به یه سری فسیل که یه اشتراکاتی بین نیای انسان و یه سری میمونهای بزرگ نشون میدن و جالب اینجاست که اگه با همین فرمون بریم عقبتر به جایی میرسیم که تفاوت انسان با سایر گونه های موجود در جهان چند پله بیشتر نیست یه گریزی من اینجا بزنم به آقای چارلز داروین کیه ایشون؟ یه دانشمند بزرگ بریتانیایی بوده که بیشتر تو حوزه زیست شناسی البته معروفه سال 1859 ایشون میاد یه نظریه رو عنوان میکنه به نام نظریه تکامل یا نظریه داروین خلاصه این نظریه چی میگه؟ میگه آقا گونه های موجود در جهان به مرور زمان و نسل به نسل تغییراتی کردن حالا این تغییرات یا تو ژناشون بوده یا بیوشیمیایی بوده یا خیلی تغییرات دیگه که ناخداگاه روی رفتار و ظاهر و بقای نسل گونه های مختلف تاثیر جدی داشته یعنی مثلا یه گونه ای کلن از بین رفته یه گونه ای تکامل پیدا کرده یا ظاهرش عوض شده یا رفتارش عوض شده و اینجور چیزا چرا اینو گفتم؟ آها اگه ما نظریه تکامل یعنی نظریه و حرف آقای داروین رو کامل بپذیریم در واقع اینو قبول میکنیم که اساساً لحظه مشخصی وجود نداشته که گونهی به نام انسان به وجود بیاد و انسان امروزی یه تکاملی از یه نوع میمون بزرگ مثلا همون میمون بزرگی که گفتیم حدود 14 میلیون سال پیش بوده و فسیلا هم یه اشتراکاتی نشون داده ازشون با ما جالبتر اینجاست که یه سری زیستشناسا و فیلسوفا الان هستن که میگن فرق بین انسان و یه سری گونه های دیگه تو جهان مخصوصا میمونا انقدر کمه که اصلا قابل تشخیص نیست و یه سریاشون هم دو آتیشن معتقدن که مثلا همین میمونا که انقدر شبیه انسانن و باید تو جامعه اخلاقی انسانها و با حقوق انسانها دستبندی کنیم حالا چرا اینو میگن؟ چون مثلا شامپانزه ها از نظر فرهنگ، احساسات، جوامع و رفتارشون و خیلی ویژگی های دیگه کاملا شبیه انسانن یعنی ویژگی های بیشماری دارن که عین انسان رفتارشون اون دسته از فیلسوفا و زیستشناسا که گفتم نظرشون این بود که میمون و انسان و شامپانزه باید توی جامعه اخلاقی دسته‌بندی بشن. اونو ادبیاتشون چیه مثلا؟ من عینا یکی از جملاتشون رو میخوام براتون بگم که تو کتاب آقای فیلیپ فرناندس اومده میگن آقا همه ما میمون ها از ابزار استفاده میکنیم البته اینو تو پرانتز بگم که منظورشون از جمله همه ما یعنی ما انسان ها میمون ها شامپانزه ها 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 همه رو اینا توی دسته میبینن در ادامه میگن که از همدیگه میاموزیم احساسات هم نوع دوستانه داریم به هم کلک میزنیم علاقه که بازی کنیم ناراحتی رو معمولا دوست نداریم و به نظر میرسه که دارای خداگاهی و شعور هستیم این جمله عینیه که از اعتقاد اون دسته نوشته شده حتی مثلا یه آقایی به نام دایامنده که یه فیزیولوژیست و مورخه علاوه بر اینا یه استدلالی داره دیگه ترکونده میگه انقدر بدن و رفتار ما شبیه شامپانزه هاست که باید برگردیم از اول گونه خودمون رو به عنوان نوعی شامپانزه طبقه بندی کنیم اینم به هر حال نظر ایشونه دیگه پس تا اینجا در رابطه با چی صحبت کردیم؟ در رابطه با تاریخ نیای انسان، شباهتاش با گونه های دیگه، نظریه هایی که در این باره وجود داره و چالش هایی که توی سری از این نظریه ها وجود داره. مثلا همین آخری استدلال آقای دایامنده. حالا سوال، داستان نوع بشر امروزی که ما به نام انسان میشناسیم واقعا از کی شروع شده؟ یعنی روند تکاملش چجوری بوده برای جواب دادن به این سوال که داستان ما از کی شروع شده بیاین تکامل انسان رو با هم بررسی کنیم اوایل سال 1891 کجاییم اندونزی محققین یه سری استخونا و شواهدی پیدا میکنن که تخمین میزنن مال حدود 1.5 میلیون سال قبل بوده تو چند سال آیندهش این استخونه کامل میشه یعنی جمجمهش پیدا میشه جاهای دیگهش پیدا میشه میان اینا رو میذارن کنار هم یه گونه ای رو میبینن که جمجمه هاشون ارتفاع کمتری از انسان امروزی داره ولی ارزش بیشتره کم کم فسیلای مختلف دیگه که از جاهایی مثلا مثل چین مثل شمال آفریقا حتی آلمان و گرجستان پیدا میکنن میارن دور هم جمع میکنن اول شروع میکنن تحقیق کردن که آقا اینا مال همه به این نتیجه میرسن که همش مال یه چیزه مال یه گونه است اینو که کامل میکنن میبینن خب این چقدر شبیه انسانه فقط لگنش خیلی بزرگه جمجمش هم که خب همه حالت ارتفاعی کمتر و عرض بیشتر داره و قطعا هم این روی دو پا را میرفته دور برای این ها هم چیز خاصی از اشیا یا چیزی که این گونه ساخته باشه پیدا نمیکنن اون زمان اسم این گونه رو میذارن هومو ارکتوس یا همون انسان راست قامت پس چی شد؟ هومو ارکتوس شبیه انسانه جمجمش ارتفاع کمتری داره عرض بیشتری داره و لگن بزرگتری هم داره نسبت به انسان امروزی حالا اگه یه پله بیام جلوتر چی میشه؟ میرسیم به سال 1960 حالا کجاییم؟ شمال تانزانیا یه جایی که معروف شد به گهواره بشریت خانم و آقای لیکی یعنی لوئیس و ماری لیکی که واقعا تاثیر جدی داشتن تو تاریخ تکامل انسان که آثاری پیدا میکنن از استخونای یه گونه ای از انسان که جمجمهش بزرگ بوده ولی دندونا و فکش کوچیک بوده مطمئن نبودن که روی دوتا پاش حرکت میکرده بعد شروع میکنن بررسی کردن متوجه میشن این چیزایی که پیدا کردن حداقل مال دو میلیون سال قبله یعنی بیش از یک میلیون سال قبل تر از هومو ارکتوس تو جمجمه این فسیلایی که پیدا کرده بودن یه آثاری از بروک مغز پیدا میشه دانشمندا تو اون زمان معتقد بودن که این بروک مغز همون قسمتیه که مربوط به تکلم انسانه یعنی دستور تکلم میده بر اساس این شواهد جدید و چیزایی هم که پیدا کرده بودن به این نتیجه میرسن که آقا این یه گونه جدید از هومو شروع میکنن بازم گشتن ببینن که آقا این دیگه چیا داشته اسمشو چی بذارن اول اینکه اسمشو میذارن هومو هابیلیس به معنی تحت و لفظی انسان ماهر حالا چرا این اسمو گذاشتن روش به خاطر شواهدی که پیدا کردن یه چیزایی پیدا کردن متوجه شدن این هومو هابیلیس دستی داشته ابزار سنگی می ساخته مثلا تو همون دره گهواره بشریت یه تبری پیدا میکنن که از سنگ تراشیده شده بود نکته ای هم که وجود داشته این چیزایی که ساخته بود این هومو خیلی ظریف بود ظریف کاریاش بیشتر بود یا ابزار دستساز پیچیده تری ساخته بود بر اساس این کشفیات اون زمان محققا میان انسان و ابزار ساز تعریف میکنن یعنی نیای انسان رو یا همو رو میان میگن آقا این انسان ابزار سازه حالا یه مقدار میایم جلوتر سال 1984 حالا کجاییم؟ کنیا یه سری فسیلایی کشف میشه که وقتی اینا رو میذارن کنار هم اول فکر میکنن همون هومو ارکتوسه ولی وقتی بیشتر میان تحقیق میکنن روش میبینن آقا هم جمجمش باریک داره. هم کلا اسکلت بدن لاغرتره هومو ارکتوس لگنش بزرگ بود این لاغرتره پاهاش بلندتره و لگنش خیلی شبیهتر به انسان امروزیه و از همه مهمتر تاریخ این فسیلا هم برمیگرده نهایتا به 800 هزار سال قبل پس به این نتیجه میرسن که به به یه گونه جدید کشف کردیم که شبیه ترین گونه به انسان امروزیه بعد شروع میکنن دوروبر این هایی که پیدا کرده بودن رو گشتن تبر پیدا میکنن، ساتور پیدا میکنن، چیزایی که خیلی ظریفتر و متنوعتر از قبل بود. در واقع خلاقانه ترین وسایلی که هوموها ساخته بودن و تا حالا کشف شده بود و اونجا کشف میکنن. محققا تقریبا میگن آقا خودشه این دیگه انسان مدرن امروزیه. اسمشو چی میذارن؟ هومو ارگاستر یا انسان کارگر. و اینجوری شد که پیشرو یا نیای انسان به وجود اومد یعنی انقدر شبیه انسان امروزی بود گفتن آقا این پیشرو و نیای انسان دیگه نکته مهمی هم که درباره هومو ارگاستر هست اینه که اولین بار محققین مطمئن شدن که این هومو ارگاستر از آتیش استفاده میکرده. یعنی مدام پخت و پز و آتیش و اینجور چیزا البته یه سریاشون میگفتن آقا این از 800 هزار سال پیش بوده ولی از 300 هزار سال پیش به این ور تونسته کنترل کنه داشته باشه ازش استفاده بکنه اولین بارم از برخورد سایقه با درخت ها احتمالا به این فکر افتاده که میتونه از آتیش استفاده کنه نکته جالب دیگه چی بود وقتی اومدن این فسیلا رو بررسی کردن دیدن انسان کارگر یا همون هوموارگاستر یه حالت یکجانشینی یا چادر زدن داشتن اولین بار بود که همچین چیزی کشف میشد اومدن یه ذره اینور اونور رو گشتن دیدن ای اینا شکار میرفتن گوشت حیوونا رو میخوردن ظاهرشون هم که خیلی شبیه انسان است آقا دیگه این خودشه این دیگه پیش رو نیای انسانه خیلی از کارهای انسان امروزی رو انجام میداده توی این بررسی فسیلا به این نتیجه رسیدن که این هومو ارگاستر استخون مردگانش رو جمع میکرده یا کلی سنت های شبیه کارهای مذهبی داشته اینارم که دیدن دیگه مطمئن شدن که این قطعا نیای انسانه خب، خسته نباشید تا اینجا در رابطه با نیای انسان صحبت کردیم تا حدودی به این سوال جواب دادیم که آیا واقعا فکر میکنیم انسان هستیم؟ ما از کجا اومدیم و به کجا داریم میریم؟ اما این بحث بسیار بحث پیچیده تر و طولانی تریه از شما دعوت میکنم اگر لذت بردید قسمت دوم همین اپیزود با همین اسم رو در آینده نزدیک ببینید خیلی خوش آمدید به چنل پادکست مبرخ دوست داشتید ما رو معرفی بکنید سابسکرایب بکنید و حمایت بکنید که ما هم دلگرم بشیم سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ میسپارم و میبینمتون